and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. در 7 اکتبر سال 2001 میلادی جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا دستور تهاجم به افغانستان را صادر کرد تا حاکمیت امارت اسلامی را سرنگون کند. And military installations of the Taliban regime. به دستور من نظامیان ایالات متحده آمریکا عملیات را علیه اردوگاه‌های آموزشی شبکه القاعده و تأسیسات نظامی رژیم طالبان در افغانستان را اندازی کردند. این اهداف بسیار با دقت هدف قرار می‌گیرند تا از استفاده افغانستان باعث پایگاه حملات تروریستی جلوگیری شود و توانایی‌های نظامی طالبان مورد حمله قرار گیرد. در 7 اکتبر 2001 میلادی تیارات B-52 آمریکایی بمباران شدید را بر مواضع نیروهای امارت اسلامی در سراسر افغانستان آغاز کردند و اردوی آمریکایی این تهاجم را عملیات آزادی پایدار نامید. اما جنگ آمریکا و ناتو 20 سال در افغانستان ادامه یافت و سرانجام در 31 اگست سال 2021 میلادی نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند. دیر امارات که هم مواد مخدر صفر بود کلا چی دوی راغل بیا سر کرلی شروع شد خوب تروریزم و در اصرا وکره و خواه حکومت ولی را مستنکره دادی دوی دی ناکامه سبب بود خو افغانانو ته پکار ده چې اوس په خپلو منځونو کې اتفاق و اتحاد په علمی ډول وساتي بالاخره چې بیا افغانستان کورنیو جګړو ته او ناخوالو ته لاړ نشي. با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان حکومت تحت حمایت آنان بر رهبری اشرف غنی فرو پاشید و امارت اسلامی دوباره قدرت سیاسی و نظامی را در کشور به دست گرفت. حالا امارت اسلامی 7 اکتبر را یک روز سیاه در تاریخ افغانستان می‌داند و می‌گوید که تهاجم آمریکا در افغانستان هزاران تن را در کشور کشته و زخمی نمود. نن د اکتوبر میاشتې 8 د پر افغانستان د امریکایي اشغالګرو د وحشیانه یرغل د پیل در 20مې کلیزه سره سمون لري. موږ دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولو. دا پر افغانستان یو ظالمانه یرغل اوس په نتیجه کې زرګونه بېګناه افغانان شهیدان، زخمیان، زنداني، مهاجر او بېکوره شول. اشغالګرو پوره 40 کاله پر افغانانو خپل لاسپوڅي مسلط کړي وو چې وروسته له 40 کلونو امریکایان دې نتیجې ته ورسېدل چې دوی پر افغانستان د برید او یرغل لویه اشتباه کړې وه. با وجودی که مقامهای آمریکایی مدعیاند که آنان در پی یک توافق از افغانستان بیرون شدند، اما باورها بر این است که آمریکا در افغانستان شکست خورد و مجبور شد تا این کشور را ترک کند. حالا شکست آمریکا در افغانستان به یک از مباحث جنجالی میان کاخ سفید و کنگرس این کشور مبدل شده است.